فرمانهای اندازه گذاری. یکی از مهمترین ارکان یک نقشه اندازه های اجزای مختلف اون نقشه است. بعد از اینکه اومدیم ترسیم رو انجام دادیم و ویرایش رو با استفاده از نوار منوی مودیفای یا ابزارهای مودیفای، حالا نوبت به اندازه گذاری میرسه. از فرمانهای اندازه گذاری رو میتونیم به چندین روش انجام بدیم، ولی قبل از اینکه بخوام به روش‌های اجرای فرمانهای اندازه‌گذاری بپردازم، یک تصویری رو از اندازه‌گذاری نشون بدم خدمتتون. الان همونطور که دارید می‌بینید، یک اندازه‌گذاری 10 واحد رو داریم می‌بینیم. این خطی که در این قسمت من دارم مکان نما رو حرکت میدم، دیمنشن لاین یا خط اندازه است. این دو نقطه‌ای که در پایین دارید می‌بینید، اوریجین، نقاط مبدا ما، و این خط‌های ورتیکال یا عمودی که در سمت راست و در سمت چپ می‌بینیم، extension line یا خطوط امتداد هستن، و این فلش ها یا پیکان هایی که در سمت راست و در سمت چپ که الان من مکان نما رو قرار دادم، اصطلاحاً arrow head هستن. روش اول برای اجرای فرمان های اندازه گذاری از طریق نوار منوی بازشوی دیمنشن که اینجا ملاحظه میکنید. روی نوار منوی بازشوی دیمنشن کلیک چپ میکنیم و لیستی از فرمان ها رو اینجا دارین ملاحظه میکنید که لاینیر آیکونش رو میبینید، الاین آیکونش رو، و با استفاده از آیکون ها میشه دقیقا تشخیص داد چه ویژگی و چه کاربردی این فرمان های اندازه گذاری دارن. کلید اسکیپ رو میفشارم. روش دوم از طریق نوار ابزار دیمنشن، نوار ابزاری که در تصویر اون رو ملاحظه میکنید و من اینجا براتون مشخص کنم، این نوار ابزار از تولبارت ها آوردیم، ظاهرش کردیم. و روش سوم از طریق خط فرمانه که میتونیم در این تصویر حرف یا حروف معرف فرمان ها رو ببینیم. اینجا مثلا دیمنشن لاینیر شده DLI، دیمنشن الاین شده DAL، دیمنشن آرک لنگ شده DAR، دیمنشن ریدیوز شده DRA، dimension jog شده DGO، dimension diameter شده DDI، dimension angular شده DAN، dimension baseline شده DBA، dimension continue شده DCO، dimension ordinate شده DOR، dimension center mark شده DCE، و dimension jog linear DGJL، و dimension edit هم DED، quick dimension هم که QDIM شده. حروف رو در خط فرمان تایپ کنیم و فرمان ها رو اجرا کنیم. روش چهارم، استفاده از سربرگ هوم در پنل یا گروه انوتیشن. میتونیم این ابزار جدید دیمنشن که استارت دیمنشن کاماند هست، از 2016 اضافه شده، میتونیم از این ابزار استفاده کنیم و یا اینجا روی این مثلث مشکی رنگ کلیک چپ کنیم و یه لیستی از فرمان های اندازه‌گذاری پرکاربرد رو داشته باشیم. روش بعد اینه که در سربرگ انوتیت کلیک چپ کنیم. اینجا ما میتونیم لیستی از فرمان ها رو داشته باشیم، فرمان های اندازه‌گذاری رو، لاینیر رو اینجا میتونیم داشته باشیم. من روی سربرگ هوم کلیک چپ میکنم.